هموطنان عزیز سلام. از سرجم اخباری که امروز دنبال کردم از جنگ اروپا، زلینسکی به نظر می رسد که از متحدان خود به خصوص امریکا بسیار سرخورده شده. در تازه ترین مصاحبه خود او تقریبا گفته که دیگه ما به این وعده هایی که بر ما داده میشه در جنگ، ما دیگه به گپای از اونا به کوه بالا نمیشم. اینطور یک خبر. و پاتریشوف دبیر شورای امنیت ملی روسیه بر اولین بار اشاره کرده که خیانت پریگوژین زمینه ساز جنگ داخلی بود اما شکست خورد. و لوکاشنکو امروز در گفتگو با خبرنگاران گفته که زلنسکی دیگه از وعده‌ای که آمریکایی‌ها برش میتن ای تو پروبال نمی کشه دیگه، اصطلاح افتیده از او گپا. ای از چندین مرجع سرشکستگی زیلینسکی ما گزارش خواندم. فردا هم قرار است زیلینسکی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره دیدار کنه. مثل که گپ جالب باری معلوم میشه. بله، یخهای زلنسکی مثل که بعد از شکست های بسیار پرتلفات یک ماه اخیر در حال آب شدن است و دیپلماسی تلخ جای ضد حمله را گرفته. اما یک فعال سیاسی از لندن، کریم دنیس نام داره، درباره جنایات ناتو و امریکا صحبت کرد در لندن در مورد قاچاق انسان و بهرکشی جنسی از کودکان توسط قراردادی های امریکایی. بازو در یک بخش صحبت خود گفت که شما وقتی که رسانه ها را میبینین، شما فکر میکنین که ناتو یک مؤسسه خیریه کودکان است. یعنی قدر یک چیره به اصطلاح تلطیف شده و شفقت آمیز داره که جهان نجات میده. اما این جنگ امین ناتو در افغانستان 5.3 میلیون نفر آواره کرده، یعنی یک چهارم جمعیت افغانستان. 72% از جمعیت افغانستان در فقر کامل فرو برده و از نظر آماری افغانستانی ها امروز بدبختترین مردم جهان هستند. این فعال سیاسی گفته. و بعد از خروج تحقیرآمیز ناتو و امریکا از افغانستان، امریکا به دل خود 9.5 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان هم قید کرده. این چیزی بود چون مربوط به افغانستان بود. در لندن ما از نظر اهمیتی که داشت در سر لوحه ای برنامه گرفتیم. تقریبا رئیس جمهور بلاروس میگه که واگنرها در اردوگاه خود هستند. خب از این در ارتباط به پریگوژین کجاست، چی میکنه، قواهش کجاست، سوالات میشد. اما به نظر من لوکاشنکو با تمامی سوالات پاسخهای مبهم و گمراه کننده داده. وقتی که میگم مبهم و گمراه کننده، یعنی در پسش یک گپ هست. اینطور اصل گپ نگفته. گفته کجاست واگنرها؟ گفت واگنرها در اردوگاه خود است، دمو به اصطلاح قرارگاهشان که بعد از عقب نشینی از بخمود اونجا وزل جهش گرفتن. بعد از بخمود اونا رو به اردوگاهشان روان کردن مثل که اونجا هستن. در مورد پریگوژین چطور؟ میگه پریگوژین در سن پترزبورگ است. باز یک دم میگه او امروز خوب صبح کجاست؟ شاید به مسکو رفته بود، شاید یک جای دیگر رفته باشه، اما در قلمرو بلاروس نیست. این از این گپ آخر معلوم میشه که در پس گپای لوکاشنکو یک گپ به اصطلاح یک تصویر هیولایی کاریکاتوری به اصطلاح واگنر وجود داره. اما لوکاشنکو درباره زلنسکی هم چیزهایی گفت بسیار صریح. گفت که امریکایی‌ها برای زلنسکی گفته بودن که ما از تو حمایت میکنیم، تو را مسلح میسازیم، به اندازه که لازم از پول میتیم، هیچ شما را ترک نمیکنیم.
مثل که خلیلزاد و رؤسای جمهور کشورها رئیس جمهورهای افغانستان هم میگفتن، مردم افغانستان هم میگفتن. آقای لوکاشنکو خودش به زبان خود میگه که امریکا بر زیگو حمایت میکنیم، مسلح میکنیم، پول میتیم، ترکت نمیکنیم. میگه زلنسکی از شنیدن گپا بیخی بال و پرواز کرده بود، پرواز میکرد. اما آل چطور چی اتفاق افتاده؟ بعد از 4 و 5 جون کجاست؟ زده عمله چی شد؟ اونا متوجه شدن که در این جنگ شکست میخورن و این زده عمله هیچ چیزی نیست جز مرگ هزاران نفر بدون دستاورد. آل زلنسکی شروع به درخواست پول سلاح جدید کرده. او همیشه حرف نمیزنه، وقتی که حرف میزنه پول بده، سلاح بده. آل ایره میگه به وعده های به اصطلاح به تار خام F-16 ویزان کردن. اینطور در ترجمه اینطور گفته که به وعده های F-16 که برزی بوده آویزانش کردن. ما شما در زبان خود میگیم که ایره به تار خام F-16 ویزان کردن. ای که میبینه نیازش هیچ برآورده نمیشه، در جب هم شکست خورده. آل تازه شروع کرده بعضی حرکات دیگه که اول خود مسئولیت به گردن دیگه پرته. معنای گپایش ایست که معنای گپای زلنسکی که امروز داده، یعنی میخوای به امریکا بگوی که تو مرا به جنگ پیش کردی، قول دادی، عمل نکردی. حالا من عقد دارم با شما اولتیماتوم بدم. اولتیماتومش چی است؟ دیگه ما از گپای شما دیگه مرا که بخواین در بام بالا کنین، در کو بالا نمیشم دیگه، دیگه خودتان تصمیم بگیرید. حالی که هیچ چیز نمانده در کو بالا نمیشه. چقدر شباهت هاست بین زلنسکی و افغانستان و رهبرهای افغانستان. و امریکا گفته که یک وقت گفت که تا آخرین اوکراینی معاذر هستم، می جنگ به شرطی که بر ما اسلحه و پول بدی. آل میگه که ما چیزی که خواسته بودیم ندادیم، ما اولتیماتوم میدیم. چی اولتیماتوم؟ اولتیماتوم هموز که حالا سبا که رجب طیب اردوغان در انقره دیدار میکنن تا یک رای پیدا شد پیشنهادات روسیه رو بلاخر خلاصه تسلیم میشه به مطالبات جنگ خلاص. اما کشمکش شدیدتر خواهد شد مطابق گفته های لوکاشنکو. اوکراین هنوز ذخایر استراتژیک قابل توجه داره از نظر عملیاتی، تا حال استفاده نکرده. منتظر هستند تا 11 جولای که جلسه ناتو در ویلینیوس برگزار شود تا تا اون وقت یک کاری بکنن، یک چیزی رو نشان بدن که از اونجا وعده های بیشتر بگیرن. اما در حملات رو در رو متواتر شکست خوردن. اگر روسیه مطابق یعنی اصول کلاسیک جنگ سر از اینا عمل بکنه، کار از اینا در تمام جبهات تمام است. خب چی واقع شده؟ اوکراین در وضعیتی است که زیر پایش خالی است. بهترین واحده را که تشکیل بدن از اروپا بیارن آموزش بدن، وقتی که در میدان جنگ پیش میکنه ایتو پاش پاش میشه. خب لوکاشنکو یک گپ زده گفته که رای دریای سیاه بحیره سیاه بر روی اوکراین قطع خواهد شد. خب البته از سال قبلم محتمل الوقوع معلوم میشد. ولادیمیر روگوف گفته که بعد از اجلاس سران در ویلینیوس گروه محدودی از کشورهای ناتو شامل پولند، لیتوانی و استونیا قوتهای نظامی خود هم میتونن وارد اوکراین بسازند. این دیگه شروع کار است که ناتو اول کشورهای اطراف که از سابق در جزء جمهوری های شوروی بودن به ناتو پیوستن، کشورهای کوچک در حوزه بالتیک به شمول پولند این طرف، اینا رو اول داخل میکنن. آزمایش است. و اما یک گپ معنادار زده گفته تا او وقت اوکراینیا باید یک تحریکات هسته‌ای را انجام بدن. تحریکات هسته‌ای اونمون بود که 48 ساعت قبل یک تهدیدی را شایعه انداخته بودن که در مورد تخریب یا انفجار
نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا که در اونجا کدام کار بکنن، تا حالا می لحظه که ما شما صحبت میکنیم کار انجام نشده، اما کلش روی یک حساب و کتاب یک تکتیک بوده. میگم اونها یک تحریکات نشان بدن که ناتو به بهانه تضمین امنیت هسته‌ای یعنی اوکراین کاملا پوشش بده، یا قوای زیاده داخل کنه، یا یک وعده را بده که هیچگاه نداده. اما در ویلنیوس شخص خودم فکر میکنم که بیشتر به جبهه جنوبی که حوزه آسیای میانه است بحث میشه. در اوکراین بس خلاص است، استونیان بیا لیتون تمام قوات ها کجا داخل شوند، در اونجا کار پیش نمیره. در اونجا یک در ناتو یک فیصله دیگه به ارتباط حوزه جنوب خواهد شد. یه البته فکر شخصی خودم است فعلا. سینم گزارش میده میگه زلنسکی رو شما سیل کنین که تقصیر شکست ضد حمله خود به گردن امریکا میپرده. پیشتر رو گفتم گپایش بر شما نقل کردم، گفتم که ما دیگه از گپای شما بازی نمیخورم، در کو بالا نمیشم، مرا ببین در بام بالا شو، ما بالا شوم نه خلاص است. خب میگفتم از امریکا به عنوان یعنی رهبر حمایت از اوکراین سپاسگزاری میکنم. چه رنگ میگه؟ اما گردن با امیتی مسئولیت خود به گردن از اون مندازه. میگه سعی که ما به امریکایا و اروپایا گفتم که ما میخوایم عمله خود زود شروع کنیم، با ما زود اسلحه و هر چیزی که میخوایم بتین ما زود شروع بکنیم، اما اگر دیرتر شروع کنیم باز حرکت ما کند میشه. چرا حرکت کند میشه؟ میگم اگر ما زود عمله نکنیم بیشتر قلمرو که پیش روی ما است در خطوط دفاعی روسیه ماین گذاری میشه، ما با دشمن خود زمان و فرصت میتیم تا ماین بیشتری بزنه و خطوط دفاعی خود آماده کنه. گپای هوایی میزنم، فرش ماین 2 روز گپ است. تو 3 ماه که اگر لاف میزنی که زد حمله میکنم و بهترین جوانای اوکراینی رو اینا در کشتن دادن، زد حمله میکنن بدون قوای هوایی. یعنی ما شما که جنگ در کشور خود دیدیم خب میفهمیم که مثلا قوای هوایی چقدر تعیین کننده تا دیگه کشورها. همین قوای هوایی کاملا داعش در عراق و شام از بین برد. ای آمده خب وضعیت به این شکل است. من فکر میکنم بازی در روز در حال ختم شدن است. همین که فردا در انقره با رئیس جمهور ترکیه میبینه بازی در حال ختم شدن معلوم میشه. پاتریشوف بسیار یک گپ صریح زده و بر اولین بار است که خود شخص پریگوژین به دلیل اقدامات جاه‌طلبانه و خیانت کارانه که بسیار مذمت کرده و میگه کشور ای آدم عملا در آستانه درگیری قرار داده بود. خب البته پادریشوف از جمله منصبدارای بسیار با انضباط است که با فرماندهان ملیشه و قطعات خصوصی بسیار بسیار مخالف است. از ابتدا مخالف پریگوژین بود، یک جنایتکار زیر پس کنین که نظام وظیفه نظام عسکری رو برهم میزنه. باز خب به هر حال میگه که آدم وقتی که خروج کرد یعنی اقدامات قاطعانه نظامیان، افسران مجری قانون و سرویس های ویژه یعنی منظور استخبارات پلیس و تم و اینا و اتحاد میهن پرستی مردم ای آدم شکست داد و ای از عملش روی گشتند. در اولین بار پاتراشوف دندان خواهی کرده به اصطلاح سر پریگوژین. اما آیا شما فکر میکنید که گپای پاتراشوف واقعیت داره یا جزء دیپلماسی تبلیغاتی است؟ ایره دیگه فعلا ما سرش قضاوت نمیکنیم، تیر میشه. پروفسور مایکل کلارک مدیر سابق مؤسسه سلطنتی مشترک مطالعات دفاعی در انگلیس میگه که نیروهای روسی در اطراف منطقه کرمنایا تجمع کردند.
حتی کمیت نیروهای روسی را حدود 120 هزار نفر گفتند. و اونا میگه نیروگاه به اصطلاح تجمع کردن یا قوات های خود را جمع کردن و این یک تلاشی است که و یک رفتن به استقامت فراتر از بخمود است. فراتر از بخمود کجاست؟ خودش میگه. میگه فراتر از بخمود برخی قلمروایی است به پیش در منطقه خارکوف که باید او را بیرن اشغال کنند. چرا؟ امون منطقه بود که در تابستان گذشته دست داده بودند. و کلارک میگه که ما مطمئن هستم که روسا یک ضد حمله کلانی را در اونجا برنامه ریزی کردن. این بود مجموعه اطلاعات تازه که خدمت شما ارائه شد. تا برنامه بعد.